رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خوشحالم با شما سلام، صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. من خدمتتون تماس میگیرم از آمریکا و راجع به رابطه‌ای که در واقع توش هستم از شما سوال دارم. من 7-8 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم. من 39 سالم هست و ایشون 36 سالشونه و به هدف این که یعنی از روز اول به هدف این که برای ازدواج با هم دیگه شروع به شناخت هم دیگه بکنیم شروع کردیم رابطه رو، ولی نه در سب واقع کن، اول ایشون ایرانی هستند؟ ایشون هندی هستن. شما در سن 39 سالگی هنوز تو مرحله امتحان هستی؟ متاسفانه بله. خب شما بگه نمیخوام ازدواج کنم، مارم خلاص کنید، یا نمیخوام بچه دار بشم. آخه آقای ازم دکتر، توی من سن هم نیست، میخوام ازدواج کنم. نه توی سنی ازدواج آدم حالا میتونه 29 سالتون بود یه چیزی، در سن 39 سالگی که آدم میمیره سراغ کسی که مال یه فرهنگ و جامعه و احتمالا گرفتاری های دیگری است، اونم حالا ما یه مقداری به نظر میرسه شبیهیم ولی اصلا نیستیم. خب معلوم احتمال زیاد جواب نه است، ولی شما تمام فرصت رو از دست میدید. شما اگر شما چه مدتی است امریکا هستید؟ سال آقای دکتر، چند سال؟ 3 سال. خب قبلا چرا تو ایران ازدواج نکردی؟ یا ازدواج کردی جدا شدی؟ نه هیچ وقت ازدواج نکردم. فکر میکنم توی ایران شاید وقت تلف کردم یا شاید اون موقعیت که دلم میخواست نبود. یعنی مرد و زن همین هستن که داریم عزیز. بس من به یکیس بگم چرا ماشین نمیخری پیاده میده، بگن روز اتومبیل دلخواهم پیدا نکردم. ای داریم عزیز، همینه دیگه. خب شما دکتر، من فرزند یه چیزی رو متوجه نشدم از حرفاتون. بپرسم این که به من شما میفرمایید که در مرحله امتحان کردی، حالا من هر چند سال هم هست بالاخره یه دوران آشنایی رو باید طی کنم که بفهمم اصلا طرف مقابلم کی هست. من اصلا هیچ چه؟ من مطلقا کاملا حرفتون درسته درسته درسته، ولی تو 39 سالگی آدم میره کسی که 10 تا چیز اولی که باید توی رابطه باشه 8 تاش به خاطر 7 تاش به خاطر ایرانی بودنش، سنش، فرض کنید تحصیلاتش، اینا هم میخوره. خب اون 2-3 تا رو آدم چک میکنه. ببینید عزیز، از 10 تا پسر و دختر ایرانی که با هندی برن بیرون 8 تا 9 تاش نمیشه، از 10 تا پسر دختر ایرانی که با هم دیگه برن 5 تاش میشه. احتمال اونجاست. برای من که مخالفتی با اون میگم، در سن 39 سالگی شما باید برید سراغ کسی که حداقل در کلیت درسته، فقط میخواید یه شناخت بیشتری درونی ازش پیدا کنید. در ایرانی برام 23 سال کوچکتر بودنش نه اینکه اونقدر مهم باشه، ولی با توجه به شرایط شما اونم مهمه، یعنی یه فاکتور منفی است. ببینید عزیز، من وقتی بکنم من میخوام یه جا قبول بشم ولی 4 تا عامل منفی دارم، خب این احتمالی که نشم خیلی بیشتر تا جایی که یه دونه عامل منفیه یا یه عامل ناشناخته است. من فقط به نگاه شما کار دارم، با توجه به الان استدلال و کوشش که میخواید بکنید. نه بحثتون در ایران رو اصلا قبول دارم که شما پیدا نشد، خب نمیخواستید. حالا اینو برای خودتون این شرمنده عزیز قبلی روشن کنید، چون ببینید از این من صدها بار تو کار تراپی که روشن شدم طرف 100% نمیخواسته ازدواج کنه، برام فقط دنبال فرصت بوده بازی در بیاره بگذره بگه حالا دیگه نمیشه. کوشش هم کردم نشد. من میخوام از اون گوش کسا نباشیم. حالا اگر خودش میدونست به بقیه میگفت من حرفی نداشتم. نه، از این 100 تا 90 تا واقعا فکر میکردن به دنبال ازدواج هم هستن، ولی وقتی میشستیم تجزیه و تحلیل میکردیم اون ته معلوم بود که نمیخواد. شما من میگید فرزند چندم خانواده اید عزیز؟ من فرزند سوم و آخر. اون دوتای اول پسرن دخترن چیه؟ یه خواهر و یک برادر که هر دو ازدواج کردن. فاصله سنیشون با شما چقدر؟ خواهرم از من 10 سال بزرگتره و برادرم 5 سال از من بزرگتره. میگه خب شما اونجا آسیب خوردید دیگه. یعنی ببینید، شما به خاطر بچه آخر بودنتون یه فشار سنگینی روتون بوده که من نمیدونم و نمیتونم و اشتباه میکنم و به هر حال هر کاری میکنم خرابه. برای که ببینید، خواهر و برادر شما 10,000 بار کاری که شما نمیتونستید بکنید رو انجام میده. اونا راه میرفتن، کتاب میخوندن، با دوستاشون بیرون میرفتن،
شما چطور از این کارا نمیتونستید بکنید؟ برای که فرزند کوچکی، چون این پیام ها همینجوری به ذهن کوبیده میشه، در هر ثانیه هزار تا سیگنال میره، من بچه هم، من نمیدونم، من نمیتونم. هرگز هم به این حساب نمیاره که اونا تو سن منم نمیتونستن، بچه که اینو متوجه نمیشه، پس من نمیدونم و نمیتونم، پس من باید و بعدم هر کاری میکنم ده دفعه خواهرم برادرم گفته این کار بلد نیست، بده من بکنم، یا اشتباه کردم یا خراب کردم. بنابراین پس حالا که میرسم به ازدواج، معلومه من همینجوری دو دلم و همیشه نگران هستم. خب یه راهش برای اینکه دو دل نگران نباشید چی عزیز؟ لطفا اینو دقت کنید، من با صدها نفر رو خط رادیو هم بسیار برخورد کردم. شرط اینکه من میرم تو رابطه با یه کسی اینه که مطمئن مطمئنم یا اون یا من یا هر دو هم دیگر رو نمیخوایم، یعنی نمیشه به همین سادگی. حتی میریم تو رابطه 6 ماه یه سال میمونیم، ولی شرط آگاه و ناآگاه که بیشتر ناآگاهه اینه که مطمئن با این آدم نمیشه. من میخوام فقط هشداری که به شما بدم، چون میخواید راجع به رابطه صحبت کنین، این احتمال رو گوشه ذهنتون داشته باشید. من که شناختی از شما ندارم عزیز، تنها احتمالی که میدم این است که شما نمیخواید ازدواج کنید. یعنی الان یه کسی به من بگه نظر تو درباره خانومی که روی خط هستن چیه، میگم 70-80% قصد ازدواج نداره. میگه برای که صدای بقیه رو خفه کنه، میگه برای که خودشو راضی کنه، میگه برای اینکه برات فکر کنه درستش اینه که آدم ازدواج کنه. بعدم الان وقتی میفرمایید که تا 3 سال قبل ایران بودید، یه دختر از 20 سالگی، حالا نمیگم 22 سالگی، 12 13 سال 14 سال بگذره ازدواج نکنه، اونم تو خانواده ایرانی که اون همه فشار هست برای ازدواج و هزار جور براش آدم میتراشند و درست میکنن. بنابراین اونو یه نگاهش بکنید. حالا با این آقا پسر مسئله و مشکلتون چیه؟ آخی دکتر، من مثلا با ایشون اینه که چیزی که خیلی منو مردد میکنه اینه که ایشون خیلی اخلاقش خوبه، خیلی رفتارش خوبه، شخصیتش، آدم سالمی، اهل کار، ورزش، اهل خانواده است، به شدت دلش بچه میخواد، کامیونیکیشنمون خیلی با هم خوبه، خیلی با من همراهه، خیلی مهربونه، خیلی به هر نیازی که من تو زندگیم دارم توجه میکنه، یعنی همه جوره دغدغش هست که من تو زندگی راحت باشم، خوشحال باشم، همه چی خوب باشه، اخلاقش خوبه، خیلی انعطاف پذیره، ولی من مسئله فیزیکی اصلا نمیتونم با ایشون داشته باشم، یعنی اصلا نمیتونم، یعنی مشکلم در اینجا هست و اینه که منو خیلی اذیتم میکنه. عزیز من، من حرفم این است که بدون فیزیکال اند سکشوال اترکشن مثل رستوران بدون غذا میمونه. برای چی برم تو رستوران بشینم وقتی هیچی ندارم من بخورم؟ آخه ازدواجه، ازدواج تفاوتش با تمام روابطی که شما با دوست و آشنا و فامیل دارید یه چیزه، کشش جنسی و همخوابگی با یه آدم و توی رخت خواب با هم بودنه. شما اینجا اون کشش رو ندارید. خب من بگید من میرم تو بانک میگم برای من 40 کباب بیارم، من باش راحت دارم، چون حالا شاید واقعا یکی بره براتون بیاره. خب چی کار دارین میکنی؟ خب من زن شوهر نمیخوام، بابا منم خلاص کن، قصد ازدواج ندارم. بعدم اخلاق خوب به چه درد میخوره؟ اول صورت، بعد سیرته. صورت های درست نیست، برای من تو خط سیری های منو بشنوید، اصلا زشتی عادی نمیشه، زیبایی عادی میشه، زشتی عادی نمیشه که میگیم بعضی وقتی عادت شد. آقای دکتر من نگم ملاک ملاک میپسندم. خب پس فیزیکال سکتور اترکشن نداری؟ چرا؟ خب شما بگید شوهر نمیخوام، برام شوهر نمیخوام، خلاص کنین مرا. شما میدونید من همیشه یاد اون خانم میاندازه، امیدوارم یه ذره خیلی ناراحت نشن، 53 سالشون بود و گفتن ازدواج نکردم، ولی بالاخره یه مرد ایدئال پیدا شده، عالیه، می‌خواد، ولی یه مشکل دارم. من به ایشون میگم می‌خوام برم درس بخونه، شوهرم مرد آینده میگه نه دیگه بس دیگه درس. گفتم ممکنه شما من بفرمایید که چی خوندید؟ گفت من دیپلم دارم. گفتم خانم شما 35 سال درس نخونید، حالی که شوهر پیدا شده می‌خواد درس بخونید، از 18 تا 53. شوخی دارید؟ شما همونید. من باز یک کسی هست ولی به فیزیکال سکتور اترکشن میشم. ازدواج خانم، ازدواج شما که نمیخواید برید با ایشون درباره اخلاق و رفتار صحبت کنید و توی مهمونی
ببینید برخوردش با شما و دیگران چیه. بله اینا نه خب اون که به جایی نمیرسه. بعد تفاوت مذهبی هم دارید؟ ایشون هم مسلمانند. مذهبی داریم ولی انقدر ایشون فلکسیبل و اصلا هیچ وقت یعنی حرف زدیم در مورد اختلاف مذهبی. ولی چی میگه شما؟ این هفتش ماهی که من با شما نمیخواید منو گول بزنی؟ خانوادش مثلا ایشون هندو هستن؟ بله. ولی میگه من ریلیجس نیستم، من هم هیچ حرکت ریلیجسی ازش ندیدم. خب معلومه ریلیجس نیست، امروز 70-80% من ریلیجس، ولی پایه‌هاشون هستن. درست مثل یکی کسی بگه من امریکایی نیستم، ایرانی نیستم، ولی خب وقتی ایرانی امریکایی هستی، ایرانی امریکایی هستی عزیز. ریلیجن نیست، به هر آدمی که ریلیجن خودشو رد کرده که ریلیجن دیگری رو نمیپذیره. برای شما مسئله نداره، پدر مادراتون خانواده هاتون دارن، پدر مادرانشون بچه ها بعد که متولد شدید دارید. کارم کرد با بچه ها چی کار کنید؟ راستش ما در مورد این چیزا حرف زدیم ولی فایدهش چیه؟ اصلا من باور نمیکنم. شما چی خوندی؟ رشته تحصیلیتون چیه؟ من کامپیوتر خوندم. خب معلومه دور از واقعیتی عزیزم، همه رو 0-1 بید. یعنی چی حرف زدیم؟ مادر شما اصلا ولی میره یه جای متوجه میشه اگر کسی مسلمان نباشه شهادت این نگه گرفتاریه، وقتی این برتش خونه یواشکی به بچه یاد میده، شوهرتون میفهمه عصبانی میشه. شما بقیه رو که نمیتونید متوقف کنید. آقای دکتر انقدر ایشون انعطاف داره، من اصلا بعید میدونم ما همچین مشکلاتی بخوایم. انعطاف نداره، یه آدم مهرطلب بیچاره وامونده است عزیزم که به میل تو حرکت میکنه. تو هم که دنبال شوهر نیستی، دنبال نوکری. این گزارش های تو گزارش های نوکری شوهری نیست قربونه. ولی باور بفرمایید، من هم میخوام ازدواج کنم و هم میخوام بچه دار باشم. ابد اصلا. هر وقت خواستید یکی دیگر رو پیدا کنید، دوتای گولش بزنید. من نیستم، من برگردم. ای شما صد رحمت به اون خانم، شما 39 سال هنوز ازدواج نکردید، تا 36 سالگی ایران بودی. شما 20 سال 15 سال 10 سال زیر بمباران خانواده بودی، ازدواج کن. اونجا مقاومت کردی، بازی در آوردی، آمدی اینجا. بعد از 3 سال تازه رفتی سراغ آدم هندی. ممکنه من بگید که ایشون چی خونده، تحصیلاتش چیه؟ ایشون هم کامپیوتر خونده. اوکی. چه مدتی از امریکا هست؟ فکر میکنم 6-7 سال هست ایشون اینجا. خانوادهش کجا هستن؟ خانوادهش هند هستن. به من بفرمایید که فرزند چندم هست؟ نگید خانوادهش فرزند رو. فرزند اول از 2 فرزند هستش ایشون. اون یکی پسر یا دختره؟ اون یکی هم پسر. او کجا زندگی میکنه؟ اون هند زندگی میکنه. اون برنامهش چیه؟ میخواد امریکا زندگی کنه؟ نه، قراره اونا همه هند بمونن و ایشون هم امریکا بمونه. شما تفاوت مذهبی دارید، تفاوت ای بسا مرد شما. شما میدونید ایشون نمیتونید بره ایران، ایشون هم میتونید شما رو بره هندوستان. یعنی در حقیقت با این ازدواج تصمیم میگیرید که موضوع ایران و هندوستان هم منتفی است، خانواده ها منتفی هم. احتمالا یه ذره بگذره، احتمالا موضوع بچه هم منتفی است، برای که تو این سن و سال هم آوردن بچه کم احتمالش از دوم بچه میتونه آسیب ببینه، نوع خوبش نباشه که شما میتونستی سوم خود شما آسیب ببینید، بیماری های پیدا کنید، برای که سن های بالا یه دفعه به صورت فزاینده ای خطرات بالا میره عزیز. برحال اگر نظر منو میخواید، ازدواج میان دو تا آدم شبیه هم مانند، این شباهت مذهبی، فرهنگی، ظاهری، علمی، عقلی، هوشی، خانوادگی. ولی شما حرفتون این است که این آدم از اون تیپایی است که به هر حال به عنوان یه هندو که خیلی هاشون هستن آرومن و به نوعی با همه چیز کنار میان، یه زمینه سنگین و شدیدی برای قبول تحمل درد و رنج دارن. برای که خاطرم از اون زمانی که باگاوات گیتا و ودا و اینا رو میخوندم اونو میشد حس کرد و یه دلیل عدم پیشرفت و موفقیت هاشون هم همین بوده که به هر حال راحت و راضی هن. خود منم یکی دو تا تجربه داشتم عزیز. من یه دفعه تو دهلی خاطرم هست که رفتم از یه مغازه ای، شاید 10-11 صبح بود، شاید 200-300 دلار چیز خریدم، چیزهایی برای یه دی از دوستان خواسته بودن.
بعد از اینکه تموم شد من خریدم کردم، دیدم آمد در مغازه رو بس، گفتم چرا؟ گفت من دخل امروزم رو گردم میرم خونه. یه دفعه دیگه هم خاطرم هست با پدرم سوار این گیشه ها بودیم، هیچ آدم نمیره، پسرک خیلی عرق میزد چون با این پا میزد دو چرخش بود دیگه، ما رو میبرد. من مثلا قرار بود به این فرض کنیم 2 روپیه یا 5 روپیه بدم، یادم نیست، من مثلا 20 روپیه بشم. پدرم به من چون آشنا بودن گفتن نکن، ولی من این کار کردم. همین که بدم گفتم بقیهش مال خودت، همونجا چون نزدیک بود زد کنار رفت توی قهوه خونه، یعنی کار تعطیل کرد. یعنی ملتی که یه مقداری راحت و راضیه با این چیزا از یه جهاتی خوبه، ولی از یه جهات دیگه هم رشد و پیشرفتی نداشته. و بعدم شما میدونید یه رشته هایی مانند کامپیوتر و چیزایی مانند فیزیک و استاتیستیک و اینا یه مقدار با ویژگی روانشون میخوان اینا بسیار خوبند. و به همجه هست که امروز شما بسیاری از اوقات که با این بانک ها و کمپانی های مختلف سر و کار دارید، جوابتون هست هندوستان میدن، برای که اونجا به جای اینکه ساعتی مثلا 20 دلار براشون در بیاد، اینجا با همه هزینه ها اونجا با ساعتی 2 دلار 4 دلار اونا رو میتونن به کار بگیرند. و مشکل زبان هم نیست، چون به هر حال زبان دومشون زبان هندی رو دارن در جای مختلف. یعنی میخوام به شما بگم شما با خیلی چیزا روبرویید عزیز، و به هر حال حتی نوع برخوردشون با موضوع و مسائل، حتی نوع تغذیهشون، اینا چیزایی است که آدم ممکنه دوست داشته باشن عادت بکنن، که حتما هم چنینه، ولی تفاوت ها نشون دهنده یه ساخت و زیربنایی است که جای دیگه هم این رو شما میبینید. به هر حال من چون ازدواج رو میان دو تا آدم شبیه مانند میبینم، ازدواج رو مثل دو تا بال یه پرنده میبینم که باید درست باشن تا بتونه پرنده بهتر خوب پرواز کنه. وقتی تفاوت های فرهنگی و مذهبی و اینا میبینم، و یا بعدا نگاه شما به ایشون که از نظر من شما میتونید حتی یه تستی هم، تستایی هم هست ببینید که آیا واقعا ایشون مهربانن یا مهرطلبن. معمولا این تیپ تیپ مهرطلب عزیز، یعنی همیشه دیگران مقدمن بر خودشون، و خب این خیلی مسئله است. یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم که به حال خودمونم به همون اندازه دیگران خوبیم، عزیزیم، مهمیم، با ارزشیم. وقت و انرژی که من برای دیگران میذارم باید برای خودم هم بگذارم، حداقل حالا در حد مساوی، ولی نه اینکه دیگران اول باشن من دوم. خب اون نشان دهنده مهربانی که شما در جامعه ایران فراوون میبینید، و شما معلومه یه مقداری یه نگاهی دارید که از مردی که کمی بخواد مساوی یا برتر باشه، که کاملا بهتون حق میدم احساس خوبی نداشت باشید، پس باید رفت سراغ کسی که به هر حال به نوعی میپذیره خواسته و انتظارات شما رو. به هر حال آقای دکتر، سوال بزرگ من از شما اینه که با توجه به سنم، پس شما یعنی از بین صحبتاتون من چی باید برداشت کنم؟ یعنی اصلا من نباید دیگه به بچه دار شدن فکر کنم، یا میتونم هنوز 2-3 سالی بهش فکر کنم و براش شما شما ببینید عزیز، میتونید فکر کنید. اولا چند تا مسئله است. اول اینکه باید با پزشکان متخصص این کار صحبت کنید، که خاطرتون هسته باشه نوع سلامتی که اونا فکر میکنن مهمه، و میشه از قبل هم تا مقدار زیادی ارزیابی کرد، یا معایبی که ممکنه مسئله ساز باشه رو ما شما نداشته باشید. چون به هر حال آدم ها در هر سنی میتونن 5 سال حتی در ذات پزشکی تا 10 سال کمتر یا بیشتر از سنشون باشن. برام برق از اوقات حرف این است که شما کاملا مثل 32-33 سالگی خودتون هستید، یا به هر حال مسئله اصلا نیست، یا نه یه مقدار خطراتی وجود داره، یا فرض کنید سابقه هایی هست. حالا این سابقه من تخصص کارم نیست، مرتبطه چون خانم در سن بالا مثلا بعدش بیماری قند میگیرن. آیا من جز اون گروه هستم؟ نیستم. اونا به هر حال میتونن به شما سلامت شما رو به مقدار زیادی مشخص کنن. دوم، ممکنه بهتون توصیه کنند که شاید بهتر تخمکاتون الان فریز کنید، حتی اگر برای بهتون یه فرصت 3-4-5 ساله میده که در حقیقت تخمک الان رو استفاده کنید، نه 3 سال دیگر رو. بنابراین این عامل بعدی هم هست. سوم اینکه چون فاصله بچه ها بین 20-35 ماهه و 2 بچه بهتر از یکیه، اگر با سرعت حامله شدید و سلامتی بود و مشکلی هم نبود، دومی رو کمی زود بیارید که خاطرتون هست باشه این کار انجام شده. ولی هیچ وقت نمره رفوزگی شما رو برای 20 سال که ول کردید
برای خودتون قلقل خوردید و چرخیدید و بهتون نمیشه ازش گذشت، همجوری ول کردید موضوع رو، حالا یه ذره جدی گرفتید. اما مسئله که من دارم عزیز، اون یه چیزیست که بیشتر روانی است، که من نمیخوام شما جز گروهی باشی که یک نمیخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه، میره سراغ کسی که میدونه نمیشه، دو وارد یه رابطه ای بشه به خاطر این اجبار که بعدا اذیت بشه، بلکه اینا موضوع بسیار مهمی هستن. در آخر کار شما بیش از همه با همسرتون خواهید بود از نظر زمان، در ارتباطات نزدیک هستید که خیلی متفاوت، آدم ها انسان توی لباس های پذیرفته شده تو مهمونی ببینن تا تو خونه که خیلی اصول که در بیرون هست بهش توجهی نمیشه. اینا مسائل بسیار جدی هست و شما اگر آشنا بودید با نوع کاری که من بودم میبینید که اون فیزیکال سکشوال اترکشنه مسئله اصلی است، برای که دو چیزی که زندگی زناشویی رو نگه میداره، یکی بچه هست یکی رابطه جنسی، این دو تا قلابند که این سیستم رو وصل میکنه. خب یه موقع الان با توجه به شما مسئله ازدواج شما فقط اون کلی برمیگره با هر کی بخواید، ولی مسئله رابطه جنسی مهمه و اگر این شور و اشتیاق نباشه، بعدم بسیاری از زنان و مردان اگر به این نتیجه برسن، هم از اینکه گفته بشه یا حس کنن که طرف مقابل نمیخواد، چون دلیلی برای موندن تو رابطه ندارن، چون اصلا موضوع ازدواج دلیل اصلی و اساسیش همچنان رابطه جنسی و تولید مثل در دنیا امروز، در گذشته بیشتر عامل اقتصادی بود، ولی اون که کنار رفته، آدم ها دیگه رو پای خودشون ایستادن. بنابراین شما فرصت ها رو از دست دادید، مسائل رو برای خودتون به وجود آوردید، ولی دو چیز اهمیت داره، یکی این که واقعا ببینید کجا ایستادید، چون شاید اصلا دلیل نداره که بیخودی درگیر یه ازدواج غلط یا بیخود بشید، برای که فقط میخواید در حقیقت بگذره از سرتون دیگه، زیر فشارهای درونی یا بیرونی نباشید. دوم از نظر پزشکی مطمئن باشید آمادگیشو دارید، چون به احتمال زیاد میتونم به شما بگن نه ما ای با ایرادی نمیبینیم و شما میتونید صاحب فرزند بشید. حالا معناش این نیست در ارتباط با ایشون معنی دار میشه، ولی معناش این است که شما باید تصمیم بگیرید میخواید وارد یه رابطه ای بشید که احتمال این که بشه بیشتره، یا یه رابطه ای که احتمالش هم کمتره، هم شما اونقدر بهش اشتیاق ندارید. یعنی من یه مقدار زیادی تعجبم این است که چرا اینقدر شما یه مقدار ابسته و تجریدی به موضوع نگاه میکنید. اینا مسائل محسوس و ملموس زندگی هستن و دختر باهوش و توانایی هستید. من تعجب میکنم که چرا خودتون رو زدید به این راه که نمیدونم و نمیتونم و نمیفهمم و موضوع نیست و حواسم نبود و اولویت من نبود، از این چیزها که اصلا هیچ معنایی نداره. هیچ. شما من بگید وقتی 20 سالتون بود، 22 سالتون بود، 24 سالتون بود، تو هر مهمونی، تو هر جمع 50 نفری اگر میرفتید، چطور موضوع این که این دختر خانم ازدواج کرده یا نکرده، میخواد ازدواج کنه نه، دختر کیه، شرایطش چی، چی خونده چی نخونده، توی اون جمع در مورد شما بود. و ای بسا بسیاری از حتی مادران و خاله ها و نمیدونم عمه ها به دنبال فرد مناسب برای پسرشون بود. یعنی این چیزی نیست که شما بگید حواسم نبود کسی هم نگفت. یعنی اینجوری که خودتون میزنید به اون راه اصلا برای من عجیبه. نه آقای دکتر، خودم راستش به اون راه نزدم، ولی خب کیسایی که به قول شما همین عمه و مادر بزرگ و اینا معرفی میکردن، خب یه مدتی میرفتم بعد میدیدم نه، حالا یا من نمیپسندیدم یا ایشون نمیپسندید. نه ببینید عزیزم، نه صبر کن عزیز، صبر کن، اولا این موضوع روشن کن، اصلا مهم نیست که معرفی میکنه، چون شما یه باری گذاشتید روی اون. شما تو خیابون آشنا بشه، توی مهمونی آشنا بشه، دوستتون معرفی کنه، عمه جان بیاره، خاله جان بیاره، از طریق اینترنت باشه، رو شبکه های اجتماعی باشه، اصلا مهم نیست. آشنایی هیچ نداره، مگر اینکه بگیر آره رفتیم مثلا یه نایت کلاب مال لختی ها، اونجا هم دیگر پیدا کردیم، جای گفتگو داره. و الان لوکیشن رو کی معرفی کرده مسئله نیست، مهمش اینه که بعدا من بدونم یک انسان چیه، دو زن و مرد چی هن، سه مسائل و مشکلات من به عنوان یه زن یا اگر مردیم به عنوان مرد چیه،
درباره موضوع مهم احساسی عاطفی مثلا کجا ایستادم، مثلا من کسی هستم که علاقه من بشم مثلا به محبت و عشق باور دارم، اصلا اینو درست میدونم، اینو یه موضوع میدونم، خیلی ها نمیتونم از این. من هزاران نفر من گفتن اصلا به نظر من مسئله عشق اصلا خنده دار، این حرفا اصلا مسخره است، یه بازیه. حتی به طرف برگشتم گفتم که میدونی چرا اینا نمیخوان دخترشون رو به تو بدن؟ گفت چی آقای دکتر؟ خیلی هم آدم تحصیل کرده بود. گفتم میگم بابا تو اصلا این آدم رو دوست نداری، مثلا عاشقش نیست. گفت کاری نداره آقای دکتر، بس فردا میریم عاشقش میشه. یعنی فکر مثلا عاشق شده، خب یه آدمی عاشق میشه دیگه، تمام، خب عاشقش میشه. یعنی اینقدر بازی میدونند. خب بنابراین مهمه که تو بدونی کجا ایستادی عزیز، اصلا تو نگاهت چیه. برای اینکه شما نگاهی که من دارید، تعریفی که از ایشون کردید منو ترسوند. شما دنبال آدم برابر نیستید. ازدواج همونطوری که بارها گفتم یه اتومبیل چهار چرخ است، دو سمت این ورش دو تا چرخ، این ورش زنه اون ورش مرده. اینا باید هم اندازه باشن هم سرعتشون یکی باشه. اگه اندازه نباشن کلان نیستید، به هم میخورید. هم سرعتتون یکی باشه و الا باز مسئله خواهیم داشت دور اون یکی که کم سرعت میچرخن و حرکتی نمیکنن. برام این مسئله جدی است. بعدم بفرمایید. واقعیت از لحاظ اون اندازه چرخا، حالا من با دید خودم حداقل فکر میکنم تا حد درست بود این مسئله. به خاطر همین اصلا با شما تماس گرفتم و که تو اندازهشون مساوی بود. شما ایشون رو فیزیکال سکتوار نمیخواستید، خودتون دختر عادی میدونید، ایشون رو نمیدونید برای خودتون. مثلا تعجب میکنم. نه اندازه اندازه درستی، اندازه از کاری اجتماعی، کاری اجتماعی. خب دو تا آدم لیسانسید، کامپیوتر خوندید، کار میکنید. کاری اجتماعی چه مهمه؟ اینکه یکی نوکر، یکی دنبال اربابی میگرده. آ شما توصیفتون از ایشون اصلا خوب نبود عزیز. پس آقای دکتر من برگرد سوال بعدی مو بپرسم از خدمتون، میترسم پایین بگذر. سوال بعدی اینه که به دو جور میخوام این سوال از شما بپرسم. اگر الان تو رابطه با این آدم مسئله کشش فیزیکی بود، اون وقت همه چی اوکی بود با توجه همه، یعنی نه همه چی شما... نه نه من همه چی داشت، اونها رو با چک میکردید، اونا رو هنوز با چک میکردید. کجا میخواید زندگی کنید؟ خانوادهش به این موضوع چوری نگاه میکنن؟ تربیت بچهتون به چه شکل و فرمی خواهد بود؟ حتی مسائل عادی رفت و آمده چه خواهد بود؟ خانواده هندی از نظر یه نوع اکستندد فامیلی هن، خانواده گسترده هن، اونا چگونه خواهد بود؟ یه درصد بالاشون کرده بودیم آقای دکتر. من اصلا باورم نمیشه اصلا بحث صحبت نیست. بگی من باید که صحبت کنم، تو لطفا اعتماد کن من حرف زدیم، مهربونم باش، زمین خانوادت هم هیچ وقت نیار با ما زندگی کنن. معلوم همین چی دارم میتونی حرف بزنی، ولی در عمل که بر اساس حرفا نیست. برای که آدم ها که یک اونقدر آگاهی و شناخت از خودشون ندارن عزیز. مردم 90 درصد ما ناپیداست، 88 درصد ناآگاهه. چرا الان من خدمتتون دو سه بار عرض کردم شما مطمئن بشید اصلا میخواید ازدواج کنید، میخواید بچه دار بشید؟ برای که عزیز من هزاران نفر آدم دیدم که اصلا در جهت اشتیاق بچه اومدن، ولی بعدا معلوم شده فقط این یه مکانیزمی است که به نوعی در حقیقت ما عکس اون چیزی هستیم رو نشون میدیم. یعنی ریاکشن فورمیشن است که اصلا میشناسیمش عزیز. یعنی شما اگر یه آدم دید خیلی از بچه تعریف میکنه، احتمال اینکه از بچه متنفر باشه خیلی بیشتره تا کسی که راجع به بچه حرف میزنه. اگه یه کسی دید خیلی مذهبی، احتمال اینکه لا مذهب باشه و اصلا اینا رو مسخره بازی بدونه بیشتر از آدمی است که اونقدر مدعی مذهب نیست. تو کالیفرنیا یه کسی که نمایندگی جنگ با هم جنس گراها رو برای سالها داشت و اون زمان تا حالا که خوشبختانه همه چیز به مقدار زیادی به واقعیت رسید و مردم این بازی رو کنار گذاشتن، بعد معلوم شد اصلا خودش گی بوده. یعنی نه اینکه گی بوده، اصلا قاضی نبوده قبول کنه، حدود 42 سالگیش قبول کرد که منم هستم. جنگش با خودش بود که میخواست نباشه، نه با مردمان هم جنس گرا. علتی که خدمتتون عرض کردم، شما مطمئن باشید، بعدم یه آگاهی میخواد. بعدم ببینید عزیز، روزی که شما من فرمودید که من محل کارم لس آنجلسه، اما یه خونه خوب تو سن دیگو پیدا کنم، خب پیدا کردی که پیدا کردی. کسی که نمیتونه روزی 3 سال 4 سال رانندگی کنه بره و بیاد، خونه خوبه که باشه. ولی وقتی شما به من برمیگردید میگید من میخوام ازدواج کنم، یه دختری با این همه دانایی و تواناییتون، بعد یک دفعه با یه کسی که زبانش متفاوته، فرهنگش متفاوته، مذهبش متفاوته،
جدول ترجیحاتش متفاوته، موسیقیش متفاوته، تغذیهش متفاوته، پوششش متفاوته. خب این همه شما این همه رو نادیده گرفتید، این چجور شباهت و همانندی است؟ و الا سر همه یعنی این آقای موضوع دکتر باید اصلا من از فرهنگ و ملیت دیگه نباید ازدواج کنم، چون من واقعا جایی که هستم اونقدر ایرانی نمیبینم. خب بی خود اونجا رفتی، دادم که میخواد ازدواج کنه، قرار نیست بره اونجا. عزیز من ببینید، مسئله این نیست که ازدواج با کسی که فرهنگش متفاوته، مسئلهش متفاوته، غلطه. اصلا من یه دفعه دیگه میگم اینا غلط و بد نیستن، اما ازدواج به خودی خودش صد تا مسئله داره. روزی که با فرهنگ متفاوت، مذهب متفاوت، فرد نابرابر ازدواج کنید، تعداد مشکلات به جای 100 تا میشه 400 تا. اشکال اونجاست. هیچ، من اصلا نمیگم با فرهنگ مختلف، با مذهب متفاوت، من نمیگم غلط و بده، ولی میخوام به شما بگم روزی که شما آمدید گفتید من رانندگیم خوب نیست، چه شما من خوب نمیبینه، ماشین من مسئله داره، حالا یه دفعه بارونم گرفته، جاده کوهستانی شده، من میگم خودتون تو خطر انداختید، خب نرید. به همین جهت است که باز یه قاعده دیگه ای دارم عزیز، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. برای که هم براش وقت گذاشتی، هم انرژی گذاشتی، هم ممکنه علاقه من بشی، عادت کنی، بعد نمیدونی چیه. من با صدها موردی روبرو شدم تو کار تراپی که طرف می آمد، آمده با یه پسری دوست شده، دختری دوست شده، ولی حالا به هم بسیار سخت علاقه من شدن، اما خانواده ها به دلیل تفاوت مذهبی، اونم در جامعه ایرانی لس آنجلس، تا پای مرگ به قول معروف ایستاده بودن که ما نمیذاریم و نمیخوایم. و بعد برخی از اوقات من با بچه هایی روبرو شده بودم که رفته بود یک کسی رو پیدا کرده بود و عاشق شده بود، که پدر و مادر او رو بد میدونستند، ولی بعدا وقتی مثلا ریشه مسئله شکافته شد، فهمیدیم که این کلاس اول و دوم مدرسه فرستنش مدرسه مذهبی و اونجا یه معلم احمق متعصبی داشته که بچه ها رو به خاطر عدم رعایت اصول مذهبی تنبیه کرده، و این آدم در حالی که بسیار ظاهرا مذهبی بود، متنفر از آدم های مذهبی بود، و حالا اومده بود با رابطه با یه دختر، اصلا نمیخوام بگم که اصلا خیلی متفاوت بود با اون، علاقه من شده بود، و خانواده فکر کردن که اصلا این کجاش میخونه، میگفتن هر کسی رو میخوای بگیری بگید اینو چی. بیاد اصلا به عنوان مثال از بام، مثلا یه دختر سیاه‌پوستی که سه دفعه ازدواج کرده، 4 تا بچه داره، تازه 3 سالم بزرگتره، 4 سالم بزرگتره، همچون درس هم نخونده، میگفت آخه این کجا این سنخیت بود. ولی او ناآگاه هدفش له کردن پدر و مادرش بود، که میخواست بکوبه اونا رو و اون معلم رو که او رو اونجا تنبیه کرده به خاطر باورهای مذهبی یا عدم رعایت اصول مذهبی. مسئله انسان پیچیدگیش اینجاست، و به همین جاست که من مخالفت نرم، ولی دقت کنید عزیز، ولی من شما سیدی های من درباره چرا ازدواج، چرا طلاق، یا پنج باید نباید، جای دیگه بشنوید، حرفم این است که اگر فیزیکال سکشوال اترکشن نیست، خدا حافظ، مهم نیست طرف خوبه، به من نگید سیرتش خوبه، مثلا اهمیت نمیدم به سیرت. یه رستوران است بسیار زیبا، اما توش غذا نیست، من برای چی برم اونجا 2 ساعت بشینم گرسنه برگردم؟ فقط به خاطر اینکه جاش خوبه، صورت درست باشه، بعد برید دنبال سیرت. به هر حال من حرفامو زدم، کتککاریام هم کردم، برای امروز شما هم کافیه، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.